عرض کنم که اینکه گروهک‌های تروریستی از طرف کشورهای خارجی حمایت میشن، این خیلی روشن هست، جای تردید نیست. متاسفانه برخی از کشورهای منطقه از لحاظ مالی به اینها کمک میکنن، برخی از کشورهای منطقه از لحاظ تسلیحاتی به اینها دارن کمک میکنن. کشورهای قدرتمند دیگری هم هستند، مخصوصا غربی ها، که اونها هم دارن کمک میکنن، هم از لحاظ سیاسی کمک میکنن، هم از لحاظ تبلیغاتی به یه نحوی دارن کمک میکنن، هم از لحاظ مالی و تسلیحاتی کمک میکنن. Mr. President, please allow me to ask my question in English. Earlier you have said that there are interactions between your government and the United States. And you have also said that for fighting terrorism, cooperation is needed. Now, can you please very clearly and short tell me, if asked, will Iran cooperate with the United States in fighting Daesh or ISIS in Iraq? به تعاملات و همکاری با دنیا اهمیت می‌دهد و همچنین گفتید که در مبارزه با تروریسم همکاری بسیار مهم هستش. برابر این می‌خوام از جناب عالی بپرسم که به طور مشخص و کوتاه به من بگویید که اگر از ایران خواسته بشه، آیا ایران با آمریکا در مبارزه با داعش همکاری خواهد کرد یا نه؟ ببینید، اونی که ما گفتیم همه کشورها باید دست به دست هم بدن علیه تروریسم. در موضوع عراق امروز کسی که در صحنه مبارزه با تروریست ها هست، دولت عراق هست و مردم عراق هستن. هنوز که کس دیگری وارد عمل نشده. حالا آمریکا هم که شما میگید، ما هنوز چیزی ندیدیم که تصمیمی گرفته، کاری انجام داده. به هر حال هر وقتی که آمریکایی‌ها علیه گروه‌های تروریستی در عراق وارد عمل شدن و ما دیدیم، خب اون وقت میشه فکر کرد براش. حالا هنوز زوده، چون حالا ما اثری ندیدیم هنوز که راجع به آمریکا کاری انجام داده باشه. و این نکته را هم من میخوام تأکید کنم، چون شما اسم آمریکا رو بردید، واقعیت اینه که این گروه تروریستی از کجا آمد؟ از سوریه آمد، به هر حال وارد داخل عراق شد. در سوریه اینا از کجا آمدن؟ این همون حرفی است که این دولت در طول یک سال مداوم داره میگه که این تروریست ها رو تقویت نکنید، اگر تقویت کردید اینها بلای جان منطقه و خود شما خواهند شد. ما اشکال و سوال ما اینه که چرا کشورهای بزرگ، چرا کشورهای غربی، چرا آمریکایی‌ها که از یک سال پیش ما به اونها گفتیم اینا خطرناکن، برای کل منطقه خطرناکن، متاسفانه به گونه‌ای عمل کردن که به نفع تروریست‌ها شد، همکارانشون یا خودشون سلاح فرستادن. یکی از مقامات آمریکایی که حالا نمیدونم تا چه حد مقام مسئولیه، گفته بود ما برای تروریست های سوریه، بعد از انتخابات سوریه گفته بود برای تروریست های سوریه ما سلاح های مرگبار خواهیم فرستاد. خب اگر یه همچون تفوهاتی واقعا تو آمریکا باشه، همچون حرفایی تو آمریکا باشه، جای بسیار تأسف هست. ما همه باید در مقام عمل، قول و عمل کاملا تلاش بکنیم با تروریسم مقابله بکنیم. تروریسم به نفع کسی نخواهد بود.